بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج. در خدمت شما هستیم با بحث دین باوری، سیری در اصول عقاید. رسیدیم به اصل چهارم از اصول دین که مسئله امامت باشه. مباحثی رو داشتیم با هم سیر کردیم از نگاه عقل و از نگاه آیات و روایات. عرض شد که این امر یک امر الهی است و پیامبر خدا هم این وظیفه رو به امر خدای متعال انجام دادن. در یوم الانذار در با بیان احادیث متعددی چون حدیث باب پیامبر انا مدینة العلم و علی بابها، علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی، علی با قرآن است و قرآن با علی، علی از من است و من از علی، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در اون مجاهدت و رشادت عظیمی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه به وقوع پیوست. لذا پیامبر خدا این وظیفه رو انجام دادن و هر مسلمانی با سیر در تاریخ امیر المؤمنین سلام الله علیه در رزم اون امام وقتی که نگاه میکنه میبیند در وقتی که دیگه حرف و منطق و گفتگو هیچ فایده ای نداره، بعد از آنی که امام و خلیفت الله در نهایت دلسوزی و در نهایت مهربانی مانندی پدری بسیار مهربان سپاه معاویه رو نصیحت میکنن، موعظه میکنن، مکاتبه میکنن، نامه مینویسن به معاویه که خون مسلمان ها رو نریز. وقتی که انسان نگاه میکنه و دقت میکنه در روش این خلیفت الله، این انسان بی نظیر، میبینه در تمام سجایای اخلاقی بعد از پیامبر خدا ایشان حرف اول رو میزنن. وقتی که اونها زیر بار نمیرن و به عنوان یک سرطانهایی در جامعه اسلامی هن، اونهایی که در پی قتل و کشتار هستن، در پی فتنه هستن، در پی رواج فساد و فحشا هستن، در پی گرفتن آرامش از بشر هن. وقتی که هم به اینجا میرسد این پدر جامعه، این پدر بشر، وقتی که وارد میدان رزم میشه کسی این فرمانده کل رو نمیبینه، این امام و مقتدای الهی رو نمیبینه در میدان رزم. کجا در عالم ما نمونه داریم که شخصیت اول در میدان در قلب دشمن وارد بشه؟ این خلیفت الله هست، این امام و حجت الله هست که وقتی که کار به رزم میکشید و وارد میدان رزم میشد کسی او رو نمیدید، عرض میکردن یا امیر المؤمنین خوف ندارید از مرد؟ به این سادگی میرید در میان سپاه دشمن؟ ابا ندارید؟ حضرت فرمودن که برای علی فرق نمی کند مرگ به سوی او بیاد یا او سراغ مرگ برود. کسی که فناء در ذات خداست، کسی که در تمام وجودش ذره ای از غیر عبادت و بندگی خدا و اطاعت اوامر الهی انسان چیز دیگه نمی بیند، اون میدان رزمشه. در علم سلونی قبل ان تفقدونی، چه کسی این همچین دعای رو بر زبان آورده؟ در اخلاق، در رفتار، در مواجهه با دشمن مانند پدری مهربان. لذا ایشان هستند که وسیع و جانشین و خلیفه برحق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خب حجت هم بر همگان تمامه و انسان وظیفه داره سیری کند، مطالعه کند، چون میخواد اخذ معارف دین کند، چون میخواد در راه سعادت قدم بگذارد، چون میخواهد اوامر الهی رو اطاعت کند. قطعاً راه خدا تعریف شده است. از این راه‌های متعددی که انسان می‌بیند کدام راه هست که خدا اون رو دوست می‌داره؟ کدام راه هست که خدا از اون راه خواست ما او رو عبادت کنیم، اوامر او رو
انجام بدیم. این جایگاه چه جایگاه عظیمی است که پیامبر فرمودن و فریقین اون رو بیان کردن، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. و اونهایی که پا روی عقل میگذارن و نمیخوان هدایت شوند و در صددن دیگران رو هم گمراه کنن، میان تعبیر کنن که از منظور از این امام قرآن است. اگر منظور قرآن است، پس این همه اختلافات برای چیست؟ به استناد همین قرآن هر کدام از این طرف استناد به همین قرآن میکنن و اختلافات رو مطرح میکنن. پس باید امامی باشه، معلمی باشه، تبیین کنه برای این بشر و اونها رو آگاه کنه و اون خلیفت الله هست. خب این امر رو عرض شد که پیامبر مکررن انجام دادن، ابلاغ کردن. مسئله حدیث یوم الدار هست که مهمه، بحث مفصلی داره. آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، که اگر کسی هم میخواهد بداند تاریخ شیعه و تشیع به کجا برمیگرده در این بحث متوجه میشه. بله، در این آیه شریفه که در سوره شعرا آیه 214 هست، خدای متعال میفرماید و انذر عشیرتک الاقربین، و خیشان نزدیکت را هشدار ده. پیامبر خوب در اون به اصطلاح دعوتی که انجام دادن و طعامی آماده شد، اون طعام هم خودش معجزه گونه بود، چون غذا برای تعداد معدودی کافی بود، اما 40 نفر از اون خوردن و سیر شدن. بعد پیامبر خطاب به آنها صحبت کردن که ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند هیچ کس را در عرب نمی شناسم که برای قوم خود چیزی بهتر از آن چه من آوردم آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم و خداوند به من دستور فرموده که شما رو به یگانگی او و رسالت خیش بخوانم. کدام یک از شما مرا یاری خواهید کرد تا برادر و وصی و جانشین من باشی؟ هیچ کس قبول نکرد مگر امیرالمؤمنین که در سنین نوجوانی بودند. امیرالمؤمنین عرض کردند که یا رسول الله، من یار و یاور شمایم. پیامبر 3 مرتبه این مسئله رو تکرار کردند و در آخر فرمودن ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این جانشین من، ان هذا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، که در منابع عامه و خاصه این مسئله ذکر شده. لذا ممکن نیست که انسان بپذیرد که پیامبر خدا از دنیا رفته باشند و کسی رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش رو معرفی نکرده باشند. با صراحت ما ببینیم در اینجا پیامبر معرفی کردن امیرالمؤمنین رو، و تاریخ شیعه چیزی غیر از تاریخ اسلام نیست. همزمان با اولین دعوت رسمی به اسلام، پیامبر مسئله خلافت و جانشین امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مطرح کردن. پس لذا عرض می شود که جای شک و شبهه‌ای در این باب نیست. باز آیات و روایات در این باب بسیار است که انشاءالله باز برخی دیگر از اونها رو باز در جلسات دیگر با هم پی خواهیم گرفت. خدا یار و نگهدار شما باد.